Bismillahirrahmanirrahim. به نام خداوند بخشنده و نهایت باره هم سلام و احترامات خدا تقدیم شما شاگرد عزیز و نازنین میکنم. امیدوار هستم تا ایدم جور و سر حال باشین و روز زیبای را آغاز کرده باشین. شاگرد عزیز امیدوارم درس گذشته دیدن که در رابطه با سی بود به شکل درستش یاد گرفته باشین و کارخانگیش به شکل منظم انجام داده باشین. بیاین شاگرد عزیز امروز درس جدید داریم ما که درس 13 داری شاگرد عزیز. عنوان درس ما زیا که نام یک پسر است. با هم یکجا بخونیم که در مورد زیا چی گفته. گرانه زکان که ازل بیا هم زخپل سلامون و احترامات هستی گرانه و خواهگوز زکان که تورنده که هم هیله من دیم تدیده من روغ آجور و سیگه و دخوشحالی دک و رزمو پل کرده سیگه. گرانه زکان که هیله لرم چه تیر درس مو چه ده مرنی پا حق لو پا سمتو گم زده کرده سیگه کورنی دنده پا منظم شکل سر ترسولو سیگه. رزی گرانه زکان که نن منگ اخپل نوی درس چه زیاده یو نوم ده یو هلک نوم ده په اړه به خبر وکړو چې د زیا پاکله موږ ته څه خبرې کړې دي او په ګډه سره به وچو. څو هم لوست ده ګرانه زده کوونکو؟ دیارلسم لوست ده. نو ګرانه زده کوونکو لاړ به سو د کتاب په لور چې کتاب کې موږ ته څه راکړي موخې ته به لاړ سو پوښتنو ته په ګډه سره به یې وکړو. شاګرد عزیز میریم به طرف کتاب بریم به هدف هست که درس ما هدف از درس ما چی شاګرد عزیز؟ هدف از درس ما خواندن نوشتن هجا و تلفظ درست کلمه ها و دانستن ازرار آبازی در آبهای ناپاک. شاگرد عزیز علاوه بر ازی که ما درس به خواندن یاد میگیریم باید هجا و ترکیبشان بدانیم در چی شاگرد عزیز؟ در فعالیت ها. و همچنان شاگرد عزیز باید ایره هم بفهمیم که امی آبازی کردن در آبهای ناپاک چی ضررهایی به انسان داره و را باید هم ما چی کنیم ما شما بدانیم. خب میریم به پرسش شاگرد عزیز. پرسش اولی است که در تصویر چی میبینین؟ شاگرد عزیز در تصویر شکل یک پسرک ما میبینیم که به ده حالت چی شاگرد عزیز؟ ده حالت آبازی از شاگرد عزیز. و امی شخص که در تصویر آمده میتونیم که ما بگیم اسمی شخص چی شاگرد عزیز؟ اسمی شخص زیاست که در اینجا شاگرد عزیز چی کرده به ما آمده؟ شما هم میبینین که ده حالت چیز؟ ده حالت آبازی است. میریم به سوال دوم شاگرد عزیز. سوال دوم چیز شاگرد عزیز؟ گفته آبازی در آبهای ناپاک سبب چی میشه شاگرد عزیز؟ اول اینی که همیشه شماهایی که شاگرد عزیز میخواین آبازی کنین اول باید درست آبازی را یاد داشته باشین، چون یکی از خطرهای بزرگ آبازی غرق شدن در آب است. و یا هم در جاهای آبازی نکنین که شاگرد عزیز بسیار یعنی حوضهای کلان میباشه و یا هم شاگرد عزیز بسیار چقر میباشه. هیچ وقت دو تا آبها بازی نکنین، معمولا در آبهای بازی کنین که شاگرد عزیز یعنی حجم آبش کم باشه و بتانین شما دو چی کنین بازی کنین. گرانه زکان کو دموگ ننه درس زیاده دیر لسم لوازده لربس موخ تا موخ دموگ درس موخ ویل لوستل لیکل هجا او د کلمو په سمه معنا تلفظ او د دې د لامبو کول په ناپاکو اوبو کې د ده څه شی دي زیانونه باید موږ څه شی پوسو. یعنی ګرانه زده کوونکو علاوه پر دې یعنی د دې تر څنګ چې موږ دا درس په لوستلو لیکلو زده کوو باید په دې هم پوه شو چې لامبو وهل په ناپاکو یا ناولو اوبو کې څه ضررونه لري یا څه زیان لري انسان دپاره. نو ګرانه زده کوونکو لاړ به شو پوښتنو ته. اوله پوښتنه دا چې تاسو په انځور کې څه شی وینئ؟ ګرانه زده کوونکو تاسو په انځور کې وینئ چې یو هلکک ده چې موږ کولی شو چې همدا هلک ته زیا وایو، ځکه عنوان د موږ څه ده؟ یو د هلکک نوم ده زیا ده په پاکو اوبو کې چې ډېره ښایسته اوبه دي. د څه شي په حالت کې ده ګرانه زده کوونکو؟ د لامبو وهلو په حالت کې ده. دوهمه پوښتنه ګرانه زده کوونکو دا ده چې لامبو وهل په ناولو یا ناپاکو اوبو کې د څه شي سبب ګرځي؟ ګرانه زده کوونکو په لومړي قدم کې هر کله چې تاسو دې ته یعنی غواړئ چې لامبو وکوئ په اوبو کې، اول خو ګرانو زده کوونکو دسو اوبو یا دسو حوضونو کې لامبو مه کوئ چې هغه ډېر لوی حوضونه اوسېږي. یا د اوبو حجم ډېر اوسېږي ځکه چې خدای نخواسته پکې غرق نسئ. او یا هم که تاسو ګرانو زده کوونکو لامبو کوئ هغه شی اوبو کې ګرانو زده کوونکو وکوئ چې حجم کم وي او تاسو اوسې کولی هلته لامبو وکوئ. ګرانه زده کوونکو هیله من یم چې په دې درس د دې درس پوښتنو هدف باندې پوه شوي سیږي. لاړ به سو متن ته. شاګرد عزیز میریم به طرف متن خود بیان که در متن به ما در مورد زیا چی گفته. گفته زیا و افضل آبازی را خوش دارند. د زیا او د افضل لامبو وهل خوښیږي. آبازی در آبهای ناپاک ضرر دارد. لامبو وهل په ناپاک و اوبو کې زیان لري. آبازی در حوضهای بزرگ خطر دارد. لامبو وهل په لویو حوضونو کې خطر لري. ګران زده کوونکو هیله مندیم چې د دې متن په د دې متن باندې پوه شوي اوسېږئ. نو ګران زده کوونکو
ده متن د دې متن لغتونه متن سته پر تخته ویستل دي. راځي چې د دې متن لغتونه ولولو تر څو تاسو ګرانه زده کوونکو لا نور هم پې پوه شي چې څه دي ګرانه زده کوونکو. اولنۍ لغت لامبو ده، وبخښئ ګرانه زده کوونکو، بازي ده چې په پښتو کې ورته څه ویل کېږي؟ لامبو وهل. بل ضرر یعنی زیان، چې موږ ویلي لامبو وهل په لویو حوضونو کې څه لري؟ ډېر خطر او زیان لري، یا هم په ناپاکو اوبو کې. بزرگ یعنی ګرانه زده کوونکو لوی، په لویو حوضونو کې. ګرانه زده کوونکو هیله مند یم چې دا لغتونه هم زده کړي اوسي. ګلار بس د فعالیتو په لور شاګرد عزیز میر به طرف فعالیت وغد د فعالیت ما به ما گفته متن درس به آواز بلند بخوانین، کلمه ها را درست تلفظ کنین. شاگرد عزیز نازنین، ما متن درس به آواز بلند به شما خواندم، شما هم متن درس پیش خود به آواز بلند بخوانین و اگر چیز مشکل داره میتون از عزیزای محترم فامیلتون تقاضا کنین تا امرتون کمک کنه و متن درس به شکل درستش یاد بگیرین. همچنان گفته از حرف های زیر کلمه بسازید. شاگرد عزیز، اینجا به ما حرف ها را داده، ما چی میکنیم؟ کلمه میسازیم. گران زده کنکو لار بسو فعالیتو پلور، فعالیتو که بخوان یعنی بول والا بنویس یعنی میلی کده چه ده درس متن بتاس پلور آواز لولین او کلمی بای پس همه توگه چه کوی تلفظ کوی. گران زده کنکو ما متن تاس تا پلور آواز لوسته که چه استون زلاری تاس کوی سی چه خپل دو محترم کورانی نهیلو کوی ترسو تاس تا دامتن پس همه توگه اولولی او از داموسی. بل فعالیت گران زده کنکو منتره کنه چه بخی ګران زده کوونکو بل فعالیت موږ ته راکړی ده چې لاندینۍ توري موږ ته راکړی د تورو نه موږ څه جوړو کلمه، نو راځئ چې په ګډه سره یې جوړه کړو. شاګرد عزیز، ایدو کلمه را به ما داده، شما میبینید که چیه؟ شاګرد عزیز، حرف هاست. ما چی میکنیم؟ ای را از یک کلمه جوړ میکنیم که زوات است. شاګرد عزیز، ریست و باز هم چی است؟ ریس. وقتی که را ما یک جای کنیم شاگرد عزیز چی جور میشه؟ زرر. زرر کلمه چی جور شد شاگرد عزیز؟ زرر، که در کتاب هم آمده. شاگرد عزیز، کلمه چی؟ کلمه زرر در کتاب هم آمده. یا هم شاگرد عزیز میریم به کلمه دیگه، هیس واو زود. وقتی که را ما یک جای کنیم شاگرد عزیز از چی جور میشه؟ هاوز. چی شد شاگرد عزیز؟ یک کلمه جور شد. کلمه چیست؟ house. کلمه هاوس. شاگرد عزیز، امیدوار هستم این فعالیت فهمیده باشین. ګران زده کوونکو، دغه د موږ ته کلمې را کړې دي چې زواد ده، ری ده، بیا هم ری ده. کله چې موږ دا یو ځای کړو کلمه نه جوړېږي، چې څه شی جوړېږي؟ ضرر یعنی زیان، چې موږ کتاب کې ولیده. یا هم ګران زده کوونکو، هی ده، واو، زواد. دا که موږ ګران زده کوونکو بل سره یو ځای کړو، څه شی جوړېږي؟ د کلمه چې جوړیږي؟ هاوس. چې موږ کتاب کې هم ویل چې دغه د ګران زده کوونکو ماته سته لیکلې ده. هیله مند یم ګران زده کوونکو په دې فعالیت باندې پوه شوي اوسیږي. لاړ به سو خپل بل فعالیت ته. شاګرد عزیز میر به طرف فعالیت دګي ما در فعالیت دګه به ما گفته کلمه های مفرد را به جمع وصل کنیم و د کتابچه تن چه کنیم؟ ناشته کنیم. شاګرد عزیز میبینین بازی فعالیت آمده. ما در درس قبلی هم خواندیم که کلمه های جمع و مفرد ما دانستیم و بر شما گفتم. اگر فراموشتان شده شاگرد عزیز با خواندن درس امروزی، امیدوار هستم که دوباره به یادتان بیاد. ما گفتیم جمع یعنی چیزهای زیاده گوید، مفرد یعنی یکی را گوید. که در اینجا هم ما چی گفته بودیم شاگرد عزیز؟ که در دری ما وقت میتونیم کلمه را به جمع تبدیل کنیم که در پالیش چی بتیم؟ آفرین، ها بتیم. کدام ها؟ ای ها. این حال با ما یک مثال هم کار کرده. کتاب است که جمع کنیم چی میشه شاگرد عزیز؟ کتاب ها. یا هم شاگرد عزیز میریم به قلم. قلم یک دانه است. وقتی که ما به جمع کنیم چی جور میشه؟ قلم ها. یا هم بچه. شاگرد عزیز چند دانه است؟ یک دانه است. ولی اگه ها را امروش یک جا کنیم چی میشه؟ زیاد میشه. چی میشه؟ بچه ها. شاگرد عزیز امیدوار هستم این درس دوباره اگه فراموشتان شده باشه دوباره باید تان آمده باشه. شاید گران زده کن کلار بس خپل بل فعالیت به بل فعالیت که مونږ ته ویل دي چې لاندینۍ مفرده کلمې به د جمع سره څه شی کوي؟ وصلوي. یا خپل په کتابچو کې به لیکئ. ګران زده کوونکو، تاسو خو په یاد ده موږ په تېر درس کې هم جمع مفرد کلمې وویلې. هیله مند یم چې په یاد مو سیدلې سي او که له یاده مو تي نو د نن درس په لوستلو باندې به تاسو بیرته څه شي په یاد سي. ګران زده کوونکو، موږ وویلې جمع یعنی ډیرو شیانو ته ویل کېږي، مفرد یعنی یو. بیا بله مهمه خبره موږ څه وکړه ګران زده کوونکو؟ موږ وویلې چې په دري ژبه کې جمع فقط موږ کوی سو چې د یو کلمې تر څنګ ها ورکو. دغه ها چې ګران زده کوونکو ماته سته په تېر درس کې هم در کړی،
دا هی الف ها کله چې په دری کلمه کلمې سره یو ځای کوچشي کیږي هغه جامع ته تبدیلی لکه قلم ده یادانه ده په دری کې چشی کیږي قلم ها همر سره یو ځای کوچشي سو قلم ها یا هم بچه ده یادانه ده بچه ها کتاب یادانه ده چې هر سره یو ځای چشی کیږي کتاب ها چې بیا دا ګرانو زده کول په پښتو ژبه کې فرق کوي مهمه ده چې تاسو د دری ژبه کې زده کړئ چې په ها اخستو باندې د یو کلمې تر څنګ کلی دری کلمه په چشی تبدیلیږي په جامع نو ګرانو زده کوونکي دا من د نننۍ درس او دا فعالیتونه مو زده کړي اوسېږي لار بس د کورنۍ دندې په لور تاسو کورنۍ دنده محاوره یعنی مرکه ده خبرې اترې دي چې تاسو به یې کوئ د دوه کسو تر منځ تر څو تاسې د دا درس چې موږ ولوسته لا نور هم پې پوه شئ او اوسې کولی په دې درس په هکله په دري ژبه خبرې کوئ بله کورنۍ دنده م ګرانو زده کوونکو دا متن چې ما ولوسته تاسو به دا څه کوئ په منظم شکل خپل په کتابچه کې به یې لیکئ هیله لرم ګرانو زده کوونکو نننۍ درس مو زده کړی اوسېږي شاګرد عزیز بیرې مطرفه درس کارخانګي خود کارخانگی تان محاوره است شاگرد عزیز محاوره میکنین بین دو شخص تا شما بیشتر در مورد این درس و عنوان بدانید و همچنان شاگرد عزیز کارخانگی دیگه تان متن درس هم متن که من خواندم شاگرد عزیز را چی میکنین در کتابچه تان به شکل منظم نشته میکنین و شاگرد عزیز این بود درس امروزی که برای شما تقدیم کردم امیدوارم از درس امروزی چیز آموخته باشین اگر میخ او شاگرد عزیز نگفته نباید گذاشت کارخانه گیتان به شکل منظم انجام بدین و به ما در کامنت ارسال کنین تا ما ببینم کدام شاگرد بیشتر علاقمند درس و کارخانه گیش است تا که به ما روان کنین و ما هم ببینم و شاگرد عزیز اگر میخواین از ویدیوهای دیگر ما مستفید شوید صفحه ما را لایک و سابسکرایب کنین تا دیدار بعد که با شما حاضر میشم و درس جدید دری را برتان ارائه میکنم شما را به لای پاک میسپارم الله حافظتان